آقای حکمتیار نه تنها قاتل میرویس جلیل است، بلکه او قاتل صدها بیگناه چون میرویس است. دو شهید میرویس جلیل دو مور فریاد. خدا یارش با، خدا یارش با، یارش با. مرد آمدی و مرد نرفتی، شاخ جوانیت را شکستی، در رای دین در نجات مردم، نامت مبارک، نامت مبارک. استرگی پوچی کرولی دی جهان بچه استا کارون زحمتونه، چه هر چالی دلی تل به ساتی جاویدان بچه. چند اولاد دارین بانو زینب؟ سی بچه که یکیش برای حق رفتو. چی بود نامش؟ میرویس جلیل. میرویس جلیل خبرنگاری بود که با گلبدین حکمتیار که وقت صدر اعظم بود و نمایندهش در کابل برام استاد فرید کسی بود مصاحبه کنه. از اواری که پرسان کرد و او ناراحت شد، این همه میگد واردارش واردارش تالمه واردارش. شما این از کجا نقل قول میکنید؟ ما حکمتیار از قدیم شناس. در دل ما که می تو درد می آمد دیگه، هرچی که با زبان ما می آمد نوشته می کنم. در کابل یک بچه موصله به نام سیدال سخندان کشت. خود از یه آدم مسلمانه. اول که آمد این پرچه بیسا کنان بود. سیمان لایخ هنوز زنده است، شری جوزنی هم زنده است. اونا آدم های اصلا قدرت می خواین. بارها در افغانستان اعلان کردن که باقی سمندر مرده برای ما فاتحه ها گرفتن، جنازی برای خانان غیابی. هنمی آدمی که نامش حامد کرزی است، توحیدی در افغانستان، نظارت بر رسانه ها دارن اینا. سعی کنید برای خدا یاد میرویس گرامی باشه. دکتر مجروح را کشتن در پاکستان، غروه را کشتن، چینزوی را کشتن. او را از خود مردم راکتیار میگن، جلاد کابل برش میگن. او دستش به خون 65 هزار انسان در کابل آغشته. بعد از اینکه من ذهنگرایی نکده باشم و این مسئله را من از یک ژورنالیست بی‌طرف خوب تحت پوشش قرار داده باشم، با نزوره گفتن که در مورد قتل میرویس جلیل شواهد وجود داره، چون امروز تنها نبودن، جمعیت از ژورنالیستا بودن. ازشان وعده گرفتم و امروز آماده هستن که مو اسناد آماده کنن و با شما یک جا قسمت کنن. گفتین که بعد از اینکه از چهاراسیا برگشت از مصاحبه با جناب گلبدین حکمتیار دیگه بر نگشت به خانه. وقتی که میرویس جان میره به مصاحبه خودش تنها نمی باشه، دو نفر دیگه او را همراهی میکنن. تماس داشتیم با آقای مو، میخواستیم که جریان از پیش از او بشنویم. باز آقای مو بر ما تمام جریان در یک نامه خلاصه میکنه. آقای مو با مو تمام قضیه را میگه. آقای مو قسم جریان میگه. خدا یارش با، خدا یارش با. خب مادرم از پشتش دوید و صدا زد که میرویس نرو، بلیاز خدا نرو، ما میترسیم از این که پس نبیایی. آنها دمی مصاحبش میگفتن مادر که نرو یا تمام؟ خب یعنی وقتی که ما برامد مادرم وقتی صدا کرد که نرو بچیم، به خاطر که ما میترسیم که دیگه نبینیم. درست بگه پای مادرم که گفتن، خب میگفت که پس آمد و دستای مادرم را بوسید و گفت که مادر جان، ما جوی خون دیدیم در افغانستان، ما خون طفل، سرسفید، جوان، همه را دیدیم، جوایش دیدیم. من امکان نداره که من نرم و ما فریاد از او مردم نرسانم به دیگران. مرد آمدی و مرد نرفتی، شاخ جوانیت را شکستی، در رای دین در نجات مردم، نامت مبارک، نامت مبارک. خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را. روح و روان میرویس جلیل شاد و یادشان گرامی. از همکاری شما تشکر، از اینکه دین خواهری را ادا کردین.
کمک بسیار کلان کردین. تشکر از شما که بر من این موقع را میسر ساختین که امروز ما تانستم یک دو کلمه در این موضوع حرف بزنم. در این موضوعی که راستی بسیار این سال هاست که فکرهای ما را مصروف کرده. ما کسی نبود که صدای ما را بکشه. امروز این موقع را خودت بر ما میسر ساختی. یک دنیا ممنون است. ناله را هرچند میخواهم پنهانی کنم. ناله را هرچند میخواستم پنهانی کنم. سینه میگوید که من تنگ آمدم. فریاد کن. امروز فریاد دلشان باز کردن، بلند کردن و گفته های ناگفته عاملین قتل میرویس جلیل با ما شما قسمت کردن. مجددا تشکر. آقای حکمتیار، ما همه خودت با چیری اصلیت آشنا هستیم. ما همه او روزایی را که آسمان کابل راکت باران کرده بود او را فراموش نکردیم. ما هر آن کسی را که دستایش با خون مردم بیگناه سرخ است نمیخواهیم. ما هر آن کسی را که به خاطر رسیدن به یک مقام، به خاطر قدرت طلبی صدای حق خاموش کرده او را نمیخواهیم. نامت مبارک، نامت مبارک.